باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه اجلاس کشورهای گروه 20 هم‌اکنون در یک نشست خبری در ترکیه شرکت کرده. میریم این صحبت‌ها رو با ترجمه همزمان می‌بینیم. ما یک استراتژی فراگیر داریم برای استفاده از تمام وسایلی که در دسترسمون نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، از نظر عمران و همینطور تقویت جوامعمون. ما همیشه فهمیدیم که این یک مسئله یا تلاش دراز مدت خواهد بود. پسرفت‌هایی خواهد بود، موفقیت‌هایی در کار خواهد بود. رویدادهای بسیار تلخ در پاریس واقعا یک مسئله یه که اصلا واقعا دل ما را به درد میاره و ما موافق هستیم با دوستان فرانسویمون که نمیتونیم نگاه نکنیم که پیشرفت حاصل شده. از نظر نظامی ائتلاف ما یورش‌های هواییشو تشدید کرده، 8000 مورد بوده. ما رهبران داعش و فرماندهانشون رو نابود میکنیم، قاتلان داعش رو نابود میکنیم و میبینیم که در واقع متحدان قوی که در زمین داریم ما میتونیم پس برونیم داعش رو. از جمله نیروهای محلی در عراق تونستن سنجار رو آزاد بکنن و تونستن رمادی رو پس بگیرن و در سوریه هم داعش عقب رانده شده به سوی نوارهای مرزی با مرز ترکیه. بنابراین ما تشدید کردیم اون تلاش‌هایمون رو برای قطع مسیر تدارکات به داعش در رقعه در سوریه. بنابراین ما می‌خوایم مطمئن بشیم که اونها اراضی کمتری رو خواهند داشت. من به رهبران دیگر گفتم که اگه بخوایم این پیشرفت دائمی باشه باید کشورهای بیشتری با منابع خودشون شرکت بکنن و به این درخواستایی که هست که پاسخ بدن. حملات در پاریس به ما یادآوری می‌کنه که کافی نیست که فقط داعش رو در سوریه و عراق مغلوب بکنیم. بنابراین کشورهای ما باید همه تدابیر مرزیمون رو تقویت بکنیم و افزایش بدیم تلاشامون رو برای اینکه حتی جنگجویان خارجی وارد و خارج عراق و سوریه نشن. همونطور که ایالات متحده در لیبی نشون داده، هیچ امگاهی، هیچ پناهگاهی برای رهبران داعش وجود نخواهد داشت و ما با رهبران جوامع عرب در کنارشون خواهیم استاد تا بتونیم اینها رو نابود بکنیم، تا بتونیم ایدئولوژی و طرز فکر اینها رو نابود بکنیم. از نظر نوع دوستانه کشورهای ما موافقت کردند که باید کار بیشتری بکنیم، به خصوص در رابطه با شهروندان سوری. الان آمریکا بزرگترین اعطا کننده کمک به شهروندان سوری است. 4.5 میلیارد دلار تا حالا کمک شده و در حالی که زمستون داره نزدیک میشه تدارکات بیشتری از جمله لباس و ژنراتورهای برق به سازمان ملل میدهیم. بنابراین در رابطه با سوریه هنوز نصف اون منابع مالی لازم تامین نشده. بنابراین ما از کشورهای دیگری میخواهم که حتما کمک بکنن برای کمک به این مسئله. از نظر پناهجویان در کشورهای مثل ترکیه، لبنان و اردن، کشورهایی هستند که بار سنگینی رو به دوش میکشن از نظر پناهجویان. همه کشورهای ما باید تضمین بکنن که امنیتشون به راه باشه و بنابراین منم برای من تقدم اصلی من ایمنی شهروندان آمریکاست. بنابراین در حالی که پناهجویان بیشتر رو میپذیریم در خاک آمریکا، از جمله سوری‌ها، اونها رو از ورای کنترل شدید و نظارت شدید میگذارم. بسیاری از پناهجویان واقعا قربانیان تروریست هستند، برای همین دارن از جا فرار میکنن. بنابراین بستن در به روی صورت اونها پشت خواهد کرد به ارزش‌های ما. کشور ما میتونه بپذیره اونهایی رو که مأمن تازه‌ای میخواهند و تضمین بکنیم ایمنی اونها و باید این کار رو انجام بدیم. نهایتاً ما دیده ایم یک پیشرفتی رو تا حدی در جبهه دیپلماتیک، به خاطر اینکه مهمه، بلکه چاره سیاسی تنها راه چاره اندیشی بحران سوریه است و همینطور مبارزه، موفقیت مبارزه علیه داعش. کشورهای کلیدی همه دور هم جمع شدن و بنابراین من میخوام که بگم که این به لطف کادر رهبری و قدرت رهبری آمریکا انجام شده. یک مسیر رو به پیش از مذاکرات بین اپوزیسیون سوریه و رژیم سوریه تحت نظارت سازمان ملل متحد، گذار به یک دولتی که شامل گروه‌های بیشتری باشه، یک قانون اساسی جدید که بعدش هم انتخابات آزاد در سوریه باشه. در واقع همه اینها همراه با یک ایتاش بس در جنگ داخلی، همه اینها در آینده ما قرار داره. بنابراین اینها واقعا هدف‌هایی است که بسیار بالا بلنده و قبلا هم امید ما تبدیل به یأس شده، ولی راه‌های زیادی هست که این مسیر دیپلماتیک تازه میتونه به جایی نره.
به خصوص در رابطه با سرنوشت بشار اسد، ما معتقدیم که او هیچ نقش جدی در آینده سوریه نداره، به خاطر حکومت خشونتبارش و به خاطر اقدامات ضد شهروندان سوریه که همین ریشه اصلی این بحرانه. ولی اون چی که با ما یه مقدار امید میده، همونطور که قبلا گفتم، اینه که برای اولین بار کشورهایی که در دو سوی مسئله سوریه قرار دادن گفتن این روند رو مورد توافق قرار دادن که باید چگونه جلو رفت و چاره اندیشی کرد این مسئله رو. یه راه دشواری هنوز در پیش داریم، ولی ایالات متحده و متحدانشان همه گونه تلاش رو به کار خواهند برد از نظر نظامی، دوستانه و دیپلماتیک. ما استراتژی درست رو داریم و این رو انجام خواهیم داد.